متیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه 3 مهر در کنفرانس مطبوعاتی وزارت خارجه گفتش که درخواست حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه رژیم ایران رو برای سفر به واشنگتن پایتخت آمریکا رد کردند. همراه هستیم با آقای شهرام گلستانه مسئول انجمن ایران دموکراتیک در کانادا تا در این مورد کمی پرسوجو کنیم. آقای گلستانه خیلی ممنون که برای این گفتگو اومدیم. می‌خواستم ابتدا ارزیابیتون رو از افشای نفوذ رژیم در وزارت خارجه آمریکا بپرسم که چیه و چه پیامدهایی خواهد داشت. بعد می‌تونیم به موضوع بعدی هم برسیم. اولا سلام می‌کنم خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز و همینطور تشکر از مهمان قبلیتون آقای معدنچی به خاطر ارزیابی و توضیحاتی که در مورد شرایط قیام ایران دادن. راستش این روزها من هم مثل بسیاری دیگه همزمان با آغاز مهر و 5 مهر از شهدای اون زمان تا شهدای قیام تا آخرین اونها به همه اونها درود میفرستیم و لازم میدونم در اول ماه مهر در واقع این جمله دکتر ملکی رو تکرار کنم که زگهواره تا گور آزادی بجوی. به هر حال برگردم به سوال شما. ببینین این به قول معروف نوک کوه یخیه که الان بخش بسیار کوچکش در مورد لابی رژیم در امریکا و در سایر کشورهای جهان در کشورهای اروپایی، ولی مشخصا الان سوال شما در روز رژیم لابی هاش در امریکاست که افشا شده. برای مقاومت ایران و مجاهدین از سالها قبل بسیار مشخص بود که طبیعتاً هر کاری که رژیم میکنه با هدف نفوذ و با هدف در واقع سرپا نگه داشتن خودشه. من اشاره کوتاهی بکنم که ببینید این لابی همین الان بسیاری از سیاستمداران امریکا از سناتورها تا نمایندگان کنگره رو که هنوز چیزی از اون نگذشته، یعنی 1-2 روز بیشتر از اون نگذشته، اینها رو در واقع به واکنش های بسیار شدید و غلیظ علیه دولت بایدن و علیه این گونه اجازه دادن به رژیم که تا این حد در دستگاه های امریکا نفوذ بکنه واداشته. در واقع واکنش های اونها از سناتور تد کروز و بقیه بسیار گسترده بوده. ولی یه اشاره کوتاهی بکنم، لااقل 3 نفری که بیشتر مطرح بودن، آریان طباطبایی و دینا اسفندیاری و همینطور علی باعث، که اینها همه توسط رابرت مالی که فرستاده ویژه امریکا برای امور ایران در واقع نماینده دولت بایدن و قبل از اون در دولت اوباما هم سمت‌های گوناگونی در همین زمینه داشت، خب اینها واقعا با این افشاگری هایی که صورت گرفته از جمله ایمیل هایی که رد و بدل شده نشون میده که رژیم تا کجا در واقع در دستگاه امریکا نفوذ کرده و یا قصد نفوذ داشته. ولی اجازه بدین که همینجا اشاره کنم، خط مشترک همه اینها در همه صحبت ها در همه به اصطلاح مصاحبه هایی که به عنوان کارشناس ایران داشتن 2 خط رو پیش میبرن. اولا اینکه این رژیم پایداره، باید با همینها بسازیم، اینها هستن، اعتراضات نرمال در این رژیم، چیز عجیب غریبی نیست. همین آریان طباطبایی اصلا مصاحبه داشت که میگفت اعتراضات آبان 98 چیز جدیدی نبوده و اصلا هم جوک این که میگن مسئلهش رژیم و از این حرف هست. ببینید تا کجا. ولی خط مشترک دیگه شون هم کوبیدن مجاهدین و مقاومت ایران برای سرنگونی این رژیم و در واقع به اصطلاح خودشون زیراب اونو زدن، که باید بگم که الان زیراب خودشون زده شده و بیشتر از این زده خواهد شد، قطعا همینطور خواهد بود. ولی در بسیاری از ایمیل هایی که بین اینها رد و بدل شده، من حتی میخوام با اجازه شما اصلا از این لغت لابی رژیم صرف نظر کنم. اینها لابی رژیم نیستن، اینها بخشی از بدنه رژیم هستن که در جاهای مختلف به کار گماشته شدن. لابی اصطلاحاً به اصطلاح غربیش یا کانادایی یا امریکاییش میرن یکی رو استخدام میکنن، یه پولی بهش میدن که بره منافع اونا رو تأمین بکنه. واقعاً
به معنی واقعی کلمه و بدون ذره غلو، اینها بسیار فراتر از این عمل کردن. به عنوان اعضا، اعضای یک واحد، اعضای بدنه این رژیم در کشورهای خارجی مشغول دفاع از این رژیم و مشغول ضربه زدن به مجاهدین و زیرا به قیام و در واقع انقلاب نوین مردم ایران رو زدن بودن. و قطعا که همونطور که گفتم، این نوک کوه یخ مشت نمونه خروار بسیار بیشتر از این رژیم فعالیت کرده که امیدواریم همه اونها هم به زودی افشا بشه و اقدام تذیر و ایرانیان آزاده در سراسر جهان و جمله هواداران مقاومت قطعا کارهایی رو انجام خواهند داد، از جمله در همین کانادایی که من با شما دارم صحبت میکنم. بله دقیقاً، این داستان سر دراز داره. سازمانهایی مثل پایا که خودش حداقل 6 تا سازمان خواهر و زیر مجموعه داره، نایاک توی کانادا یک سازمانی هست که معادل نایاک وجود داره، در اروپا این سازمان هستن، اسامی تو دانشگاه‌های آمریکا به طور خاص اینا نفوذ دارن. این موضوع بسیار طولانیه و که امیدواریم که بیشتر سرش باز بشه. می‌خواستم به موضوع دیگه بپردازم، مخالفت آمریکا با درخواست وزیر خارجه رژیم برای سفر به واشنگتن چی بود؟ خیلی متناقض به نظر میاد با تحولاتی که امروز الان داشتیم در صحبت می‌کردیم. چرا خامنه‌ای به این نقطه رسیده که درخواست سفر وزیر خارجه‌اش رو به آمریکا میده؟ آیا با تمام شعارهای قبلیش در تناقض نیست؟ آیا این ریسک رو در نظر نگرفته بود که ممکن این درخواست رد بشه و به لحاظ سیاسی و چه داخلی چه خارجی براش افتضاح بشه؟ ببینید، قطعاً صحبت شما درسته. صحبت شما از این بابت که آیا خامنه‌ای با حرفای قبلیش در تناقض نیست، من میخوام شما رو به این ارجاع بدم که قطعاً خودتونم به اون آگاه هستین. شما به من یک چیز رو نشون بدین که در این رژیم در تناقض با حتی 24 ساعت قبلش نباشه. مگه رئیسی نبود که میگفت که آل سعود رو باید فلان کرد و فلان کرد و آقا نامه فتحچوان مینویسه؟ خب آیا هیچکی نیست که این دوتا رو کنار هم بگذاره و بگه ببخشید مردک، خب تو که اینو گفتی، الان حرفت چیه؟ آیا تغییر موضع دادی؟ بس یک چیز بیشتر نیست. آتش قیام در واقع چشم بسیاری از اینها رو به این مسئله بیشتر باز کرده که در آستانه سرنگونی هم باید به هر خس و خاشاکی دست بزنن. البته به گمان من و به نظر من قطعا که تلاش بیهوده است، ولی در این که تناقضات مکرر در مکرر و بیش از این هم بشنویم، شما هیچ نباید تعجب بکنید. همین فردا مثلا الان این درخواست رد شده. خبرنگاری که این رو از متیو میلر پرسید که اگر در واقع وزیر خارجه رژیم چنین درخواستی بده، متیو میلر پاسخ داد، پاسخ شما دارین سوالتون رو بر اساس فرضیه میذارید، من دارم به شما پاسخ میدم که چنین درخواستی صورت گرفته و این درخواست رد شده. و این که خب ما به عنوان این که در واقع جایی هستیم که سازمان ملل در نیویورک مستقره، مجبوریم که به مقامات کشورهای مختلف اجازه دیدار از نیویورک و در واقع سازمان ملل رو بدیم، ولی هیچ تعهدی نداریم که به اونها اجازه بدیم که از مناطق دیگه امریکا از جمله واشنگتن دی سی پایتخت امریکا دیدار بکنن. همین صحبتی که شما کردین که آیا خب این رو میشه، بالاخره خامنه ای میفهمه که این دستگاه دستگاهیه که به قول بسیاری از رسانه ها میدونین که اعلام کردن. البته بعد رژیم در صدد رفع و رجوعش بر اومد به خاطر افتضاحی که بالا اومده، ولی اعلام کردن خامنه ای مشخصا به دیپلمات هاش دستور داده که مستقیما با آمریکا وارد مذاکره بشین. خب این مستقیما با آمریکا وارد مذاکره شدن در واقع همین این خط رو در واقع رژیم میخواست پیش ببره با فرستادن امیر عبداللهیان به واشنگتن و بقیه چیزا. البته این توطئه ها از هر دو طرف ادامه خواهد داشت، یعنی من در این شکی ندارم، همونطور که بالاخره با اعتراضات بسیاری، ولی این داستان گروگانگیری رژیم و بعد آزاد کردن دارایی های بلوکه شده رژیم همزمان تقریبا با ورود رئیسی به نیویورک، در بسیاری از محافل این بحث رو جاری کرد که خب داستان چیه. البته برای اونهایی که دستشون در کاره بسیار روشن بود که خب امریکا که از روز اولی که این رژیم سر کار اومد قصد درگیری با این رژیم نداشته. 50% قضیه همواره این بوده که امریکا و کشورهای غربی همواره خواستار مماشات و معامله با همین رژیم بودن.
مسئله اینه که این رژیم به دلیل ماهیت قرون وسطاییش، به دلیل ماهیت حتی طبقاتی فئودالیش، توان پاسخگویی به نیازهای مردم ایران یا نیازهای معمول جامعه بین المللی در این بره از زمان رو داشته و نداره. به همین دلیله که میبینیم چپ و راست وارد تناقضات مختلف میشه. از یه طرف داستان فتح سفارت عربستان رو میده، بعد نابودی آل سعود رو فرض میزنه و شبیه به این. و قطعا که این صحبت‌های خامنه‌ای هم علارغم تناقضاتش در واقع اینه که ما در حال سقوطیم، بیاین به داد ما برسید. بله. خب از زاویه آمریکا بخوایم اینو بررسی کنیم، ارزیابیتون چیه؟ آیا این برنگر این نیست که غرب میخواد سیاستش رو در قبال رژیم عوض بکنه؟ آیا الان دولت بایدن قاطع شده در قبال این رژیم؟ والا اگه نظر من رو بخوام و بسیار صادقانه بخوام جواب بدم، نه، اینطور نیست. اینطور نیست که غرب الان یک غرب چرخشی کرده و خواستار در واقع سیاست قاطع در قبال رژیمه. اما همونطور که گفتم، این همون اتفاقی که برای رژیم افتاد، در واقع برق قیام مردم ایران چشم غرب رو هم به مسائلی روشن کرده. در واقع با این ترس غرب هم مواجهه که ببین زیادی رفتن با این رژیم میتونه عواقب ناخوشایندی برای آینده ما داشته باشه. میتونه که با این قیامی که ما در سال 1401 دیدیم و حتما به خاطر دارین که بسیاری از همین کشورهای غربی، همین کشورهای مماشاتگر که تا خرخره در واقع وارد معاملات اقتصادی با همین رژیم شده بودن، مجبور به موضع‌گیری های حقوق بشری و حتی صحبت های غلیظ و شدید علیه رژیم شدن. خب این در واقع چشمشون رو به این باز کرد که ببین چنین تحولاتی بسیار محتمله. از طرف دیگه با توجه به مسائل اتمی رژیم، ببینید همزمانی که رژیم داره این کارا رو میکنه، اجازه ورود بسیاری از بازرسان سازمان انرژی اتمی بین‌المللی به ایران رو لغو کرده، به طوری که این باعث واکنش بسیار تند کشورهای اروپایی و از جمله خود امریکا شده. خب این رژیم رژیمیه که نمیخواد، نمیتونه نه مسائل مردم ایران رو حل بکنه، نه حتی در سطح بین‌المللی کوچکترین انعطافی حتی سر مسئله اتمی نشون بده. من فکر میکنم که روز 18 اکتبر که روزیه که طبق قرار اولیه اون برجامی که امضا شد قرار بود که بسیاری از تحریم‌های رژیم برداشته بشه، اگر که رژیم و طرف‌های دیگه به این قرارداد پایبند می‌بودن، که به هر حال تا الان معلومه که نیستن. سخنگوی فرانسه اعلام کرد که غنی‌سازی 90% رژیم ایران فقط به قصد سلاح اتمی و هیچ چیز دیگه نیست. تحولات زیادی رو در چند هفته آینده ما در زمینه‌های مختلف در رابطه با رژیم شاهد خواهیم. سپاس بسیار از آقای شهرام گلستانه، مسئول انجمن ایران دموکراتیک در کانادا، که وقتتون به ما دادین و در این گفتگو شرکت کردین. بسیار ممنون و خدا نگهدار. بسیار ممنون از شما که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید.